اندپندنت فارسی می نگارد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی با انتشار عکس خالد امیری و اسیب قوه مرکز، دو فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی در کوهپایه های هندوکش، عید قربان را تبریک گفت. او در حساب عکس خود با پیام مقاومت تا آزادی ابراز امیدواری کرد که در سایه مبارزه نیروهای جبهه مقاومت ملی خواسته های انسانی، مشروع و عادلانه مردم افغانستان تامین شود. احمد مسعود در این پیام اعلام کرد غلبه بر این شرایط دشوار و شکست دشمنان انسانیت مستلزم عزم راسخ، اتحاد و همبستگی در تمامی عرصه‌های سیاسی، نظامی و فرهنگی است. بیگمان در این نبرد حق طلبانه مردم و آرمان‌های مشروع آنان پیروز میدان خواهند بود. در حالی که رهبر جبهه مقاومت ملی عکس دو فرمانده ارشد این جبهه را منتشر کرده است که رژیم طالبان وجود هر گونه مقاومت مسلحانه علیه خود را رد می‌کنند. طالبان به مردم هشدار دادند که هر نوع همکاری و پیوستن به جبهه های نظامی علیهشان تبعات سنگین در پی خواهد داشت. و در پایان، منابع در شهر کابل میگویند که یک جنگجوی طالب به قصد سرقت موتر یک باشنده این شهر او را به قتل رسانده است. منابع روز شنبه به روزنامه 8 صبح گفتند که یک جنگجوی طالبان به نام نور آقا که در حوزه 21 امنیتی در منطقه پل چرخی کابل کار میکند، یک راننده را با گلوله بسته است. این رویداد جمعه شب زمان رخ داده است که جنگجوی طالب از راننده به نام شمس میخواهد که او را از پل چرخی به بادامباغ کابل ببرد و به همین بانه او را در داخل موترش برگبار میبندد تا بتواند موتر او را سرقت کند. جنگجوی طالبان با سلاح کلاشینکوف به سر شمس شلیک کرده و او را به قتل رسانده است. طالبان این عضوشان را بازداشت کرده و او به جرم خود اعتراف نیز کرده است. در ماهای اخیر میزان رویدادهای جنایی در ولایت‌های مختلف کشور به ویژه کابل افزایش یافته است. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.